درود میگم به تمام فارسی زبانان در سراسر دنیا که بیننده برنامه های هفتگی جنبش رنسانس ایرانی هستند و همینطور درود و خوش آمد میگم به دکتر آرتمیس اهورا که امشب هم دعوت ما رو پذیرفتن. بانو آرتمیس خوش اومد. درود بر شما بانو افسانه گرامی، سپاس ازتون. درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه های جنبش رنسانس ایرانی. و این برنامه ما تقریبا میشه گفتش که نخستین برنامه پس از برنامه نوروزمون و درباره نوروزمون هست که با هم دیگه درباره جستارهای گوناگون در سال نو هم در واقع گفتگو خواهیم کرد. سپاس از شما بانو آرتمیس عزیز. بانو آرتمیس، مدت های البته نمیشه گفت فقط در فضای مجازی، مدت های زیادیه کسانی که بر فرهنگ ایران رو نمیتونن تحمل کنن و دشمنی دیرینه دارن با تمدن، فرهنگ ایران، آیین ها، جشن ها و هر چیزی که مربوط میشه به سرزمین ایران و به نژاد ایرانی. و الان این روزها مد شده که عده‌ای در فضای مجازی شروع کردن به حمله به زرتشت، به توهین به زرتشت، یعنی همپا قرار دادن زرتشت با اسلام رو، و اینکه اشتباهات رایجی که معمولاً از طرف همین افراد، حالا یا هدفمند یا از روی ناآگاهی، به آیین زرتشتی نسبت داده میشه. میخواستم صحبتهای شما رو در این زمینه بشنویم. سپاسگزار میشم. سپاس از شما بانو افسانه گرامی. همونجوری که خودتون اشاره کردید، متاسفانه از اون جایی که هر جوری که میتونن در حال زدن ایران هستن، چه عده‌ای که واقعا از روی خیانت به میهن و مزدور بودن در واقع برای گروه های گوناگون، حالا چه از سوی خود جمهوری اسلامی، چه از گروه هایی که جز جدای خواهان و تجزیه طلبان و بالاخره مزدور عوامل خارجی هستند، این کارها رو میکنن. و یک عده‌ای هم متاسفانه از روی ناآگاهی و کم دانشی و مطالعات نداشته‌ای که در واقع دانش خیلی سطحی و کم عمقی که دارن، بسیاری از این مطالبی که نادرست نوشته میشه در این سوی و اون سوی یا بیان میشه در شبکه‌های اجتماعی رو میچرخونن و گسترش میدن. امروز درباره این گفتگو میکنیم که ببینیم چه نکاتی درباره آیین زرتشت به اشتباه داریم میشنویم، و در واقع من اینا رو تقسیم بندی کردم به 7 نکته. پیش از این که ما در این باره گفتگو رو آغاز بکنیم، من یک جمله، یک در واقع میشه گفت جمله‌ای که از سوی مهاتما گاندی گفته شده رو درباره زرتشتیان هندوستان یا پارسیان هند، ایرانیانی که از هزار سال پیش به این سو به هندوستان مهاجرت کردند، بخشی مهمیشون در آغاز یورش تازیان و پس از اونم در مقطع‌های گوناگون، حتی عده‌ایشون در دوران صفویه و حتی برخی از اونها در حدود 250 سال پیش مهاجرت کردند، در این باره مهاتما گاندی میگه که پارسیان بیش از هر فرقه دیگری در هند به کارهای نیکوکارانه دست یازیدند و این به خاطر آیین بسیار زیبای آنهاست. ما میدونیم که پیروان اندیشه زرتشت کسانی هستند به طور کلی که عشا یا هنجار راستی در هستی رو به عنوان در واقع باور زندگی خودشون برگزیدن، از راستی در اندیشه و گفتار و کردارشون بهره میگیرند و به اهورامزدا به عنوان آفریننده جهان که سمبل دانایی و آگاهی بیکران هستیمند هست باور دارند. زرتشتیان از خرافات و پندار نادرست دوری می کنند و به دین که از واژه دعنا در اوستا هم آمده به معنی وجدان آگاه و بیدار پایبند هستند، نه به دین به عنوان مذهب.
زندگی شاد و شادزیستی در پیششون هست و خوشبختی خودشون رو در خرسندی دیگران در واقع جستجو میکنن. از جنگ و بیداد، بیداد واژه من مخالف دادگری است، یعنی از بیدادگری و ستمگری پرهیز میکنند و در زیستگاهشون، جایی که زیست میکنند، زیست بومشون، آب و هوا و خاک و آتش رو آلوده نمیکنند. به فرشگرد یا نو کردن یا تازگی و بالندگی میپردازند و هر گونه گزینشی رو بر پایه آزادی گزینش در پیش می گیرن. چون بینش زرتشتی در واقع از دیدگاه زرتشتیان ارثی نیست و هر کسی از آگاهی ها و دانش خودش میاد و زمانی که به 14-15 سالگی میرسه کشتی میبنده، کشتی بستن یعنی کمر همت بستن برای اینکه یک پیرو آیین بهین زندگی کردن یا بهی در واقع در میاد و این شیوه باور و اندیشه و منش و کردار و گفتار رو در پیش میگیره برای خودش و خودش برمیگزینه. در واقع از خانواده به فرزند به ارث نمیرسه، مانند اون چی که در اسلام میبینید یا در یهودیت میبینید یا حالا به طور کلی در آیین مسیحیت هم میبینید. برای همین هم در واقع به رفتار و کردار افراد یا همون مرتوگان، مردمان بستگی داره و اگر که جمعیت جهان رو ما خودمون 7 میلیارد مثلا حالا حدود 7-8 میلیارد در نظر بگیریم و فرض بکنیم که واقعاً چند میلیارد از این جمعیت پیرو راستی نباشند و از دانایی و خرد بهره نداشته باشند و از دسته کژندیشان و دروغکاران باشند، نادان باشند، دزد باشند، غارتگر باشند و به جنگ و کشتار دیگران بپردازند و تیره و در واقع نژاد خودشون رو برتر از دیگران بدونن و خرافی باشند و به سرنوشت خوب و بد از پیش نوشته شده باور داشته باشند و زنان رو پستر از مردان دانسته باشند و حقوقشون رو یکسان در نظر نگیرن، بدین روی دست کم بایستی در این جهان از 7-8 میلیارد دست کم 2 میلیارد انسان یا به اصطلاح مرتو، به واژه ایرانی انسان رو میگیم مرتو که همون مرد از اون اومده، مرتو در جهان زندگی میکنند که نیکندیش هستن، راستگردار هستن، سازنده هستن، نوگرا هستن، شادمان و مهربان و باخرد و دانشگزین هستن و در اندیشه بهروزی دیگران و جهان هستن. بنابراین میتونیم بگیم که همه این 2 میلیارد آدمی که این ویژگی ها رو میتونن داشته باشن خود به خود از پیروان راه راستی و خردمندن که اشو زرتشت در این راه زندگی میکرد و به اون اشاره میکنه. بنابراین منظور من اینه که کسانی که از افراد زرتشتی به دنیا آمدن این الزامن فقط اونها نیستند که زرتشتی محسوب میشن، بلکه از این جمعیت جهان ممکنه حتی 2 میلیاردش با همین شیوه و اندیشه و باور خردگرا و نیک و راست و غیر دروغ پرداز زندگی بکنن که خدا یا آفریننده جهان رو در واقع بزرگترین دانا بدونن و از اینجا من دارم میگم که بنابراین زرتشتی بودن و زرتشتی زندگی کردن فقط شامل اونهایی نیست که نام زرتشتی زاده دارند یا فقط اونهایی که آمدند و مستقیم باور زرتشتی رو برای باور خودشون و جهانبینیشون برگزیدن. بنابراین یادمون باشه این شیوه زندگی که ما آن انسان‌های زرتشتی یا باورمندان به فلسفه و نگاه و جهانبینی زرتشت به اون باور دارند میتونه شامل حال بسیاری از مردم جهان
بشه و بسیاری در نقاط گوناگون جهان با این شیوه دارن زندگی میکنن بدونی که خودشون بدونن در واقع از روی فلسفه و شیوه زندگی اشو زرتشت بزرگ دارن زندگی میکنن. و برای همین هست که من اعتقاد دارم زرتشتی بودن یک باور مخصوص به یک منطقه خاص در جهان که ایران زمین خودمون باشه الزاماً نیست و اشتباهاتی که حالا میخوام بهتون اشاره بکنم امروز درباره آیین زرتشت از همین ناآگاهی ها و کم دانستن های خود ماها برمیان. نخستین چیزی که درباره زرتشت بزرگ رواج دادن اینه که یک عده‌ای بر این باور هستن زرتشت پیام گیرنده پیامبر بوده و وحی و آورنده پیام از سوی خداست. این باور از بنیاد نادرسته و ساخته در واقع اندیشه های ادیان ابراهیمی است که پس از دوران زرتشت یکی پس از دیگری از 2000 سال پیش شاید از دوران شاید بیش از 2000 سال پیش از دوران آیین یهودیت و سپس مسیحیت و پس از اون اسلام ممکن آمده باشه که مردم تصور کردن تقلید نادرست بنیادهای این آیین‌ها به نظرشون اومده پس باور زرتشتی هم یک باوری است که لابد یک کسی از سوی خدا آورده و بهش وحی شده و این جملات پیامبرانه، در حالی که زرتشت هرگز خودش رو پیامبر و آورنده وحی از سوی اهورامزدا و هدایت کننده مردم به سوی بهشت خیالی نخونده. زرتشت نخستین فیلسوف همه تاریخ جهانه که بزرگترین است که مطرحه و اندیشه هاش مانده و افراد میتونن به اندیشه های فلسفیش به صورت نوشته های خودش دسترسی داشته باشن، نه کسانی که پس از اون اومده باشن و اندیشه هایی رو نوشته باشن و بعد بگن زرتشت اینو گفته زرتشت اونو گفته. اما اتفاقی که شما درباره مسیحیت و حتی یهودیت و حتی اسلام میبینید که بعد اومدن گفتن اینو پیامبر گفته، این روایت اون حدیثه و از این حرفا. برای نخستین بار زرتشت آمد و مفاهیم انتزاعی رو به گونه دستبنده شده به زبان فهمیدنی برای مردم جهان بیان کرد. مفهوم خرد رو مستقیما نخستین کسی که در جهان به مردم یا خرتو یا خرد یا خرت خرتا به مردم جهان معرفی کرد اون مفهوم عقل پرورش یافته است که اخلاق مداره و در واقع فقط عقل به تنهایی نیست، عقلی است که شامل اخلاق و شامل مفهوم نیک و بد هم میشه و این نبرد بین نیکی و بدی در جهان رو زرتشت آمد گفت یک نبرد همیشگی در زندگی انسان هاست و این آزادی گزینش انسان هاست که میتونه نیک و بد رو انسان‌ها برای خودشون بر بگزینن و این آزادی گزینش هست که برای انسان‌ها در واقع این امکان رو ایجاد میکنه که من و شما بیایم با میل خودمون گزینش کنیم، میخوایم نیک باشیم یا بد، میخوایم راه راست بریم یا راه کج و میخوایم چگونه بیاندیشیم و چگونه زندگی کنیم. و از روی این برگزیدن نیکی است که انسان ها میان نیک زندگی میکنن، آزاده زندگی میکنن، آزاد میاندیشن و آزاد زیست میکنن و مفهوم وارستگی و نامیرایی یا بالندگی و امورتات یعنی هم هوارتات و هم امورتات رو برای زندگی خودشون بر میگزینن. بنابراین تمام این مفاهیمی که به شو اشاره کردم فلسفه نگاه و جهانبینی زرتشته، اما هرگز زرتشت خودش رو پیامبر و دارای وحی و اینکه من دارم میرم با خدا صحبت میکنم و خدا داره جواب منو میده میگه اینو بنویس اونو بخون این کارو بکن و منم اینا رو برای شما از سوی خدا آوردم. دومین اشتباه رایج بانو افسانه اینه که زرتشتیگری رو میگن یک دینه مانند ادیان دیگه، چنین گونه ای نیست. تفاوت نگاه زرتشت با ادیان دیگه از مفهوم خود اهورامزدا آغاز میشه. ما در ادیان ابراهیمی یا سامی که بهتون گفتم مانند
یهودیت، مسیحیت و اسلام و بعد از اون خب بهائیت و این حرفا، ما یک نیروی مطلق خشن، خشمگین، کینه‌توز و بالاتر از همه موجودات داریم که اون نامش هست یهوه یا لرد یا الله. و انسان برای خوشنود کردن اون یهوه یا لرد یا الله باید یه سری کارا رو انجام بده، یه سری کارا رو نده. به عبارت دیگه انسان یک برده یا یک گوسفند، موجود تسلیم و فرمانبرداری است. من اینو نمیگم، اما این چیزیست که خود ادیان ابراهیمی میگن، برده، بنده، و به قول مسیحیان انسانها گله گوسفندانن و عیسی شبانی است که آمده این گوسفندان رو هدایت کنه. برای از دید آنها موجود تسلیم و فرمانبرداریه که نمیتونه و این فهم و شعور و درک رو نداره که برای خودش تصمیم بگیره، و از این روی هم هست که همه تصمیمات و خداوند یا الله یا یهوه یا لرد براش میگیرن و برای همه کارهاش و مسائل زندگیش خداوند یا همون الله و یهوه براش تصمیمش رو گرفتن و یک آیین‌نامه خیلی قطور و کلفتی برای همه کارهاش، حتی مسائل شخصی زندگیش، براش نوشته شده که توش بایدها و نبایدهاست و از روی اون انسان اگر مطابق اون بایدهایی که الله یا حالا لرد یا یهوه میگه رفتار بکنه میره به بهشت و خدا رو از خودش خوشنود میکنه و پاداشش هم همه گونه لذتهای مادی است که در این جهان هم پیدا میشه ولی برای انسان ممنوع هستن از نظر الله یا حالا لرد یا خدای آینه ابراهیمی. و اگر این دستورات رو انجام نده، مجازات یا پادفرهش سخت، دردناک، ترسناک، بیرحمانه و خشنه. و خیلی این کتاب های ادیان ابراهیمی در واقع جهنم یا اون به اصطلاح دوزخی که در نظر گرفتن برای انسان ها بسیار صحنه های خشن و سادیستیکی داره که برای مجازات ناباوران در نظر گرفته شده و کسانی که کارهایی میکنن که الله یا لرد یا یهوه خوشش نمیاد به این مجازات ها محکوم میشن در دوزخ. در حالی که در نگاه زرتشتی که بهتون میگم کاملا فرق میکنه با ادیان ابراهیمی، نیاکان ما ایرانیان، نگاه ایرانیشون باور داره که انسان و اهورامزدا همکار همدیگه هستن و همراه هم باید جهان رو آباد بکنن، زندگی انسانها رو بهتر کنن، از جهان پیرامون نگهداری کنن و پیشرفت و بالندگی و سازندگی برای همه جهان بیارن. و از نگاه ایرانیان که نگاه زرتشتیه، هرگز انسانها از سوی آفریدگار نه سوزانده میشن، نه شکنجه میشن، نه ویران میشن، نه عذابی میبینن، بلکه این انسان خودش هست که با اندیشه خودش، با گزینش خودش و یافتن و تشخیص نیک از بد، خودش راه زندگیش رو انتخاب میکنه و اگر راه صحیح و درست و راست رو انتخاب بکنه، خب زندگی خوبی خواهد داشت در این دنیا. و اگر این کار رو نکنه، نه تنها به خودش بلکه به دیگران آسیب میزنه، دیگران رو ممکنه بکشه، ستم بکنه و بیاد و به دیگران و خودش زندگی بسیار سختی رو بده که در واقع همون حالت دوزخ خودش رو در این دنیا ببینه و برای دیگران هم ایجاد بکنه. سومین اشتباهی که درباره آیین زرتشت هست اینه که برخی از افرادی که به طور مغرضانه درباره آیین زرتشت صحبت میکنن میگن اندیشه زرتشتی نژاد پرستانه است، مربوط به عنصر ایرانی است، محدود به ایرانیانه و هیچ ربطی نمیتونه داشته باشه به جاهای دیگه. در حالی که این سخن نادرستی است. زرتشتیان نشون داده، تاریخ نشون داده، برای اینکه شما ببینید که درست یا غلط یک حرف رو، راست نادرست بودن یک سخن یا ادعا رو ببینید، بیایید به دستاورد تاریخ نگاه کنید. زرتشتیان در هر جای جهان و بین هر مردمی که زیستن، از صلح طلب ترین مردم جهان، از سازنده ترین، از قابل اعتماد ترین، راستگوترین، راستکردار ترین و روادار ترین مردم بودن. زرتشتیان رو در بخشهایی از بزرگی از هندوستان، در بخشی از چین، در بخشهایی از روسیه، در ایران، در عراق، در محدوده فرهنگی ایران بزرگ شما میتونید ببینید، در گوشه گوشه جهان بدون هیچ درگیری، بدون هیچ کشمکش برای صده ها و هزاره ها زیستن
بازرگانی کردن، سیاست کردن، در امور اجتماعی و نیکوکارانه بودن، از رده های بالای جامعه بودن، موفق ترین ها بودن، سازنده ترین ها بودن و همراه ترین افراد با نه فقط انسان های دور و بر که با جهان پیرامونش بود. زرتشتیان چه ایران چه بیرون ایران در کشورهای دیگه به دلیل اون زمینه باورشون در واقع به نیکی و راستی و نگاه سازنده و آزاداندیشیشون شیوه زندگی میانه روی رو دارن و همیشه یک در واقع توازن یا یک بالانسی بین روان و جسم دارن و هرگز ستیزی ندارن با غیر زرتشتیان و غیر ایرانیان. در هیچ کجای تاریخ شما آزار، ستم و کشتار غیر زرتشتیان رو به دست زرتشتیان نمی بینید، در حالی که وارونه اون در همه تاریخ ایران و جهان بسیار دیده شده. باورمندان به ادیان ابراهیمی هرگاه قدرت به دست آوردن، ناباوران به ادیان ابراهیمی رو در اطراف خودشون هم کشتن، هم شکنجه دادن، هم زندان انداختن، هم به بردگی گرفتن، هم زندگی و خانه و کاشانه و کشورهاشون رو ویران ساختن. چهارمین اشتباه بسیار متداول اینه که میگن موبد با آخوند یکیه، موبد با ربای یهودی، با کشیش مسیحی، ملا یا آخوند یا غیره، این حرفیه که بقیه میزنن، ما نمیزنیم، میگن اینا یکی هستن. این باور کاملا اشتباه، باز هم زائیده اندیشه پیروان ادیان ابراهیمی است. یعنی همین مسلمونا، همینایی که در دوربر خودتون میبینین و یا حتی افرادی که کلن ناباور هستن به همه آیین‌های مذهبی، به اصطلاح خودشون رو ایتئیست میدونن، اینا نگاه زرتشتی و باور زرتشتی رو هم یکی دیگه از مذاهب جهان میدونن، در حالی که این از دانش بسیار سطحی و ناآگاهیشون در میاد. موبد یا هیربود یا آموزگار در باور زرتشتی آموزگار و خردمندانی هستند، دانش آموختگانی هستند در رشته های گوناگون که به نیکی از ریشه های اندیشه و باور ایرانیان نگاهشون به زندگی، رسوم اجتماعی و اقتصادی و قانونی ایران آگاهی داشتند و کار آموزش پرورش ایرانیان رو بر اساس دانش و خرد در ایران به عهده داشتند. یعنی موبد در ایران باستان هرگز دکاندار مذهبی نبودن که از صبح تا شب فقط توی یک نیایشگاه نشسته بودن، نه کار بکنن، نه وظیفه‌ای داشته باشن به غیر از استگی به دین مردم، کاری که میبینید در باورهای غیر ایرانیان در آیین‌های ابراهیمی میبینید، ربا یا مثلا به ویژه در آیین مسیحیت مثلا اسقفا، کشیش ها اینها، و به خصوص در آیین اسلام آخوند یا ملا یا این شیخ هایی که در مسجد ها یا نیایشگاه های مذهبی مسلمین میشینن، اصلا هیچ کار دیگه ای نمی کنن از صبح تا شب به غیر از اینکه دکان مذهبی رو بگردونن و هیچ وظیفه ندارن به جز اینکه بگیرن بشینن فقط امور مذهبی مردم رو انجام بدن و پول مفت بگیرن و بخورن. و معمولا هم در بین اینها فساد بسیار غوغا میکنه، در بین این به اصطلاح متولیان دکان یا دکانداران دین در آیین‌های ابراهیمی، و متاسفانه همه اون چیزهایی رو که برای مردم حرام اعلام میکنن خودشون در پس و پستوها و پس کوچه ها و پس به اصطلاح مخفیگاه های خودشون یا مکان های مخصوص علوم مذهبی خودشون دارن انجام میدن، در حالی که در ایرانیان، در بین ایرانیان موبدان تماما کارهایی رو که فن و حرفه خودشون بوده، مثلا کسی ستاره شناس بوده، طبیب بوده، حالا به دانش آن روز مثلا حسابدار بوده، آموزگار بوده، یا هر فن و حرفه‌ای که برای خودش داشته روزها اون کار رو انجام میداده، اما
بخشی از کاری که انجام میدادن رسیدگی و انجام مراسم آیینی مردم مثل کشتی بستن برای ورود به آیین زرتشت یا اجرای آیین گواهگیری یا زناشویی برای مردم یا انجام مراسم سوگ و پرسه به اصطلاح ایرانیان بوده. یعنی بر اساس اندیشه و ارزش‌ها و باورهای شیوه زندگی ایرانیان مراسم زایش زندگی و مرگ ایرانیان رو انجام میدادن و نوشتن داستان‌ها، چامه‌ها، مراسم و آیین ایرانی و جشن‌ها و سوگواری‌ها رو، ارزش‌ها و ناارزش‌ها رو و اسناد و مدارک باور و نگاه ایرانی رو در پس از دوران زرتشتی ها هم پس از اسلام و پس از حتی دوران زرتشت انجام دادن و امروز به دست ما رسوندن. در واقع موبدان در انسجام و یک پارچگی مردم ایران در همه فراز و نشیب تاریخ، چه پیش و چه پس از یورش تازیان، نقش مهمی داشتند و اگر موبدان نبودن امروزه به دست ما نه گادها میرسید نه بخشای دیگر اوستا، که درسته که نوشته موبدان و جمع‌آوری شده توسط موبدان پس از اشور زرتشت بوده، اما همه مراسم و آیین با باورها و بکن و نکن‌هایی که خود مردم ایران در زندگیشون انجام میدادن رو به دست ما به امروزه رسوندن. بانو افسانه، اگر پرسشی دارید ازتون خواهش میکنم بفرمایید، اگر نه که من میتونم ادامه بدم. خواهش میکنم بانو آرتمیس. یک مسئله هم که خیلی بین افراد ناآگاه خیلی مد و رایج شده و من حتی یادم از بچگی هم اینو میشنیدم، میگفتن که زرتشتی ها ازدواج با محارم رو جایز میدونن، یعنی میان با خواهر برادر رو نمیدونم خواهرزاده با خاله دایی ازدواج میکنه. اینا اگه میشه توضیح کوتاه در موردش بدین، که میگم خیلی مسائلی هستش که رد میدن به آیین زرتشتی که کاملا غلطه و نادرسته یا عمدن یا حالا از روی ناآگاهی. این قسمت رو هم اگر یه توضیح کوتاهی بدین سپاسگزار میشم. خیلی خیلی ازتون سپاسگزارم بانو افسانه. اتفاقا این مورد پنجمی بود که من داشتم بهش اشاره میخواستم بکنم از باورهای نادرستی که درباره آیین زرتشت و نگاه و باور زرتشتی رواج دادن، و اینو یک مقدار بزرگ این موضوعی که شما اشاره کردی، همین ازدواج با محارم رو، اول چپی‌ها از روی واقعا کم سوادی هایی که داشتن و کتاب ها رو نمیتونستن درست بخونن و ترجمه میکردن به اشتباه رواج دادن، و پس از اونم خب کسانی که عمدن میخواستن باور زرتشتی رو تخریب بکنن، و در سالهای پس از این شورش 57 هم که دیدیم که تمام اینهایی که در این حوزه و روزه و اماکن اسلامی مشغول ترویج اسلام و آیین وارداتی و واقعا عقب مانده اسلام هستند، بمباران های اسلامی که مردم میکنن، این یکی از چیزهایی بود که به عمد رواج میدادن برای اینکه بکوبن آینه و نگاه زرتشتی و به خصوص مردم ایران رو بدبین بکنن به آینه نیاکانشون. دقیقا این دروغ بسیار بزرگی است که انجام دادن، و به خاطر واقعا کم سوادی کتاب ماتیکان هزار دازستان، چون ما اون چیزایی که با درماش صحبت میکنیم همیشه با رفرنس و از روی دانش و اسناد صحبت میکنیم، در کتاب ماتیکان هزار دازستان یا هزار ماده قانونی که کتاب قانون دوران ساسانی است که امروزه به دست ما به طور کامل رسیده، چون میدونین که ما به خاطر حمله هایی که در دوره اسکندر شد و یه مقدار از نوشته های بسیار عمده و کتابخونه های دوران هخامنشیان سوزانده شد، و پس از اسلام هم که ما میدونیم به خاطر اینکه کتاب ها رو در یورش تازیان و کتابخانه ها رو به ویژه کتابخانه های بزرگ تیسفون و کتابخانه بسیار بزرگ دانشگاه جندی شاپور رو در خوزستان کنونی در واقع از بین بردن، اهواز کنونی از بین بردن، خیلی از کتاب ها و نوشته ها از بین رفت، ولی از معدود کتاب هایی که
که به امروز به دست ما توسط همین موبدان زرتشتی به دست ما رسید کاملا دست نخورده و با زبان پهلوی ساسانی، همین کتاب ماده قانون دوران ساسانی است که 1000 ماده قانونی در این نوشته شده و از روی این سند ما کاملا میدونیم که زرتشتیان بسیار نه تنها نگاهشون اخلاق گرا بوده و راست و درست کار بوده، بلکه اینقدر دقیق در مورد قوانینشون صحبت میکردن که حتی ما قوانین درباره حیوانات و گیاهان در ایران داشتیم، چه برسه درباره زندگی انسانها. و ما میدونیم که نه در 17 سروده زرتشت نه در تمام بازمانده اوستا چنین سخنانی وجود نداره، ازدواج با مهار هم وجود نداره و برخی میگن اینا رو موبدان رواج دادن، این هم دروغه، چنین سخنی نیست. موبدان ما میدونیم خردمند، متخصص و باسواد بودن و دروغ پرداز نبودن و باورشون در به اشتباه انداختن و انحراف در جامعه ایجاد کردن نبوده. در کتاب ماتیکان هزار دادستان ما انواع ازدواج های ایرانی رو میخونیم که ما در این کتاب مستقیما اشاره میشه که 5 نوع زناشویی در ایران باستان وجود داشته. در گادها ما میدونیم در خود گادها در یسنای 53 در واقع بند 53 به پسران و دخترانی که میخوان با هم پیمان زناشویی ببندن اندرز میده که ای دخترای شوی کننده و ای دامادان، بیاموزم و آگاهتان کنم که برای زندگی از هم سر پاکمنش یعنی بگردید و بجوشید با همسر پاکمنش و هر یک از شما زن و مرد، ببینید هیچ تفاوتی هم بین زن و مرد نمیذاره در گاتها، در کردار نیک از دیگری پیشی جویید و از این راه زندگی خود را خرم و خوش و زیبا سازید. در کیش زرتشتی از لحاظ نظم به کارهای دنیا و مستحکم ساختن یگانگی بین زن و مرد و جلو گیری از هر گونه پلیدی و نادرستی و فساد در اخلاق در مورد زناشویی بسیار تکیه میشه و به ویژه در فرگرد چهارم بند 47 وندیداد از سوی اهورامزدا نوشته شده که ای اسپنتمان زرتشت، هر آینه من مرد زندار را بر مرد بیزن و مرد خاندار را بر مرد بیخانمان ترجیح میدم. یعنی میگه که مردان زن بگیرن، زن داشته باشن و تلاش کنن خانه داشته باشن. همینطور در بند 44 میگه وظیفه هر شخصی است که برادران همکیشش رو در کسب مال و داشتن همسر راهنمایی و کمک کنه. ببینید چقدر براشون مهمه که هم مال داشته باشید، برخلاف ادیان ابراهیمی که میگن الفقر و فخری، میگن هم مال هم زن بگیرید و ازدواج کنید. در دین زرتشت در همین ماتیکان هزار دادستان 5 گونه ازدواج رو میگه. ازدواج دختر و پسر مجردی که برای نخستین بار باید با رضایت پدر و مادرشون با هم ازدواج کنند رو میگن پادشاه زنی. یعنی انگار که زن پادشاه میشه و خود زن هم پادشاهه. یعنی زن و مردی که دختر و پسر جوانی که برای نخستین بار ازدواج میکنه اسمشو میگن پادشاه زنی. دوم، هنگامی که مردی میخواد با یگانه دختر مردی ازدواج بکنه، یعنی یک پسری میخواد بره دختری رو بگیره که یگانه فرزند یک خانواده است و چون دختر نمیتونه دارایی خانه پدرش رو به خانه شوهر بیاره، موظفه پس از ازدواج نخستین پسرش رو به جای فرزند پدرش معرفی کنه. یعنی بنویسه توی لیست وارثین پدرش که پدر دارایی رو به اصطلاح پسرش منتقل در واقع میکنه. این از این نظر هست به این میگن ایوک زنی. یعنی زنی که تنها فرزند پدرشه و چون اون مرد
پسر نداره، برای که این ثروت منتقل بشه به یک هم نام خودش، در واقع به نام اون مرد میخوان بمونه، چون ما میدونیم که ایرانیان نام فرزند رو از نام پدر خوب میگرفتن. همین امروز هم ما در ایران نام خانوادگیمون نام پدری، از پدر میگیریم نام خانواده. و چون دختر هنگامی که میخواد ازدواج کنه نام فرزندش میشه نام همسرش، نام خانوادگی همسرش، و اون ارث پدر برای اینکه بمونه به نام آن خانواده پدری چیزی بمونه، نخستین پدرش پسرش رو نام خانوادگی پدر رو روش میذاره که اون ثروت پدر توی اون خانواده به نام اون خانواده بمونه و از بین نره اون نام خانوادگی. اینو بهش میگن ایوکسنی، که برخی اومدن اینو به نام ازدواج پدر، دختر با پدر خودش و فرزند داشتن از پدر خودش، به اشتباه اینو گذاشتن. سومین نوع ازدواجی که در ماتیکان هزار دادستان میبینی چاکر زنی است. این زنی که بخواد با مرد بیوه ازدواج کنه، یعنی مردی که همسرش میمیره میخواد زن دوم بگیره، اون زنی که میاد به اصطلاح زن یک مرد زن مرده میشه بهش میگن چاکر زنی. یعنی چی؟ یعنی اینکه این زن به باور ایرانیان این بوده، این نگاه ایرانی بوده، میگن این زن چون جای یک زنی که مرده اومده میگن این چاکر اونه، یعنی اینکه اون خودش زن پادشاه زن بوده، زن اول اون مرد بوده، این میشه چاکر زن. ولی این به معنی این نیستش که باز این زن زن موقت یا هیچی، نه، این یک زن ازدواج کامله، فقط شوهرش همسر اولش مرده که پادشاه زن بوده و این نام زن دوم در واقع میشه چاکر زن برای اون مرد. و برای همین هم مرد وقتی که میخواد فرزندی به دنیا بیاره، در واقع این زن بایستی در واقع رضایتی انگار از اون همسر مرده هم براش وجود داشته، برای همین یک چاکر زنی نامشو میذارم. این ازدواج در یک حالت دیگه هم اتفاق میفته، چاکر زنی، هنگامی که مرد به هر دلیلی از همسر اولش بچه دار نمیشه. و ایرانیان هنگامی که یک مورد استثناء این گونه پیش می اومده، اگر همسر اول اجازه میداده مرد زن دیگری اختیار میکرده، اسم اون زن هم باز میشده چاکر زن، چون یادمون باشه همیشه زن نخست یک مرد اسمش پادشاه زنه و زنیه که مجرده و زن یک مرد مجرد شده، ولی زن دوم درست زن مجرده، ولی چون زن مردی میشه که یا همسرش مرده یا همسری داره ولی بچه دار نمیشه، اسمش رو میذاشتن چاکر زنی. چهارمین گونه ازدواج خودسرزنی بوده، یعنی کسی که خودسرانه ازدواج میکرده. به عبارت دیگه هنگامی که دختر و پسری بدون اجازه پدر و مادر میخواستن ازدواج کنن، مثلا مادر و پدر مخالف بودن با این ازدواج، ولی این دختر و پسر سن بلوغی داشتن و اجازه ازدواج از نظر قانونی داشتن که اون موقع 21 سالگی بوده در پیش از اسلام، در موارد خاصی دختر و پسر رو در سنهای 15 و 16 ازدواج می دادن. هنگامی که مثلا پدر و مادر نداشتن اینها و می خواستن زودتر دختری رو یا پسری رو ازدواج بکنه، ولی معمولا ازدواجی که پس از بلوغ قانونی که در دوران ساسانیان هم 21 بوده ازدواج می کردن، موبد حق داشته که عقد بکنه این دو نفر رو یا پیمان زناشویی براشون ببنده، ولی تا مادامی که نارضایتی مادر و پدرها باقی مونده بود، این زن و شوهر از مادر و پدرها ارث نمی بردن و برای همین اسمشو می ذاشتن خودسرزنی، یعنی خودسرانه ازدواج می کردن. این هم یک مورد ازدواج دیگه بود. و مورد آخر ازدواج سترزنی بود، یعنی زن و شوهری که به اصطلاح سترون هستن یا نابار ور هستن و میخوان یک بچه از سر راه بردارن یا از قوم و خویش هایی که بچه ای رو نمیخوان یا بی بزارت ترن، مستمند ترن و نمیتونن بچه رو نگه دارن، یه بچه رو میگیرن. در این صورت هنگامی که این بچه بزرگ میشد، مانند
فرزند ایوک زنی باهاش عمل میکردن، یعنی اولین پسر اونها، اون دختر خونده یا اون پسر خونده، اولین بچهشون فرزند اون پدر خودشون میشد. چون این دو نفر بچه ای نداشتن، اجازه میدادن این بچه ای که به دنیا اومده یک بچه بزرگ بشه و بچه دار بشه و بچه این رو به نام پدر اون افراد میگرفتن، شناسنامه‌شو مثلا پدر اون مرد و یا اون زن، هر کدومشون که بچه دیگری نداشتن، و این ارث رو از اون خانواده میتونسته ببره. بنابراین یادمون باشه بانو فرزانه، بانو افسانه گرامی، ایرانیان انسانهای بسیار فرزانه و عاقل و خردمندی بودن. منظور من اینه که هیچ وقت این دروغهایی که در مورد ایرانیان گفته میشه که نه ایرانیان میمدن با پدر و مادر و خواهر و برادر زن، چنین چیزهایی نبوده. ببینید ایرانیانی که انقدر اخلاق گرا هستن، انقدر خردمند هستن، هرگز دلشون نمیخواد بی اخلاقی و بی اندیشه در واقع ناراست در بینشون رواج پیدا کنه. تنها مواردی که در تمام تاریخ ایران دیده شده که خواهر و برادری با هم ازدواج کردن، در یکی دو نمونه در خانواده شاهی بوده، هنگامی که از نظر استراتژیک ناچار بودن یک برادر با خواهر ناتنی خودش، مثلا در دوران هخامنشی یکی دو نمونه دیده میشه که شاه چون خواهر ناتنیش مثلا مادر یونانی داشته یا مادر فنیقی داشته یا مادری از جای دیگری داشته و این احتمال می رفته که آنها حمله کنند به ایران و جنگ و اختلافات بین ایرانیان با کشورهای دیگه ایجاد بشه، می آمده و با اون خواهر ازدواج استراتژیک می کردن. باز قرار نبوده بچه دار بشن، اونو به عنوان همسر می گرفته که رابطه سیاسی با اون کشوری که خواهر ناتنیش از اون کشور بوده به صورت پایدار بمونه و اون کشور از جنگ با ایران و ایران وارد جنگ شدن با اون کشور خودداری بکنند و صلح برقرار بشه. در یکی دو مورد در خانواده های شاهی این مسئله دیده شد که برادری با خواهر ناتنیش ازدواج استراتژیک کرد، فقط به خاطر اینکه جنگ ایجاد نشه و به خاطر اینکه به اصطلاح به اون خانواده بگن خواهر ما که خونه اصطلاح شاهی در بدنش هست، از پدر یکی هستیم، از مادر جدا، قرار نیست از بدنه خانواده شاهی ایران دور بمونه و جدا بشه و اون موجب اختلاف بین در واقع ایران با کشورهای دیگه‌ای بشه که اون موقع ممکن بود حالت ابرقدرتی داشته باشن. بنابراین ما در این مورد هم حتی دیدیم که ایرانیان انقدر خردمند بودن که نیومدن در واقع ازدواج با محارم رو در بین ایرانیان گسترش بدن و وجود خارجی پیدا بکنه. اما نکته ششمی که از باورهای به اصطلاح اشتباهی است که به آیین زرتشت نسبت میدن، میگن نه، کتابهای باورهای گوناگون ادیان مختلف همه پر از خرافه هستند و قصه تخیلی هستند و این قصه ها در همه جا تکرار شده. من اینو خواستم بگم که نه، چنین چیزی نبوده در نگاه زرتشتیان. در بنیان اندیشه های زرتشت همش اندیشه های خردمدارانه است، با باور خرافی و کوتاه بینانه و غیر عقلانی ربطی نداشته. ما قصه شاه پریان، قصه حضرت یونس و قصه نمیدونم قصه اصحاب کهف و از این جور داستان هایی که شما در باورهای مسیحی یا حتی در اولد تستیمان و نیو تستیمان به اصطلاح در تورات و انجیل و بعدم در
در قرآن میبینید، ما از این قصه ها و داستان ها اصلا نداشتیم. از گات های زرتشت که 17 سروده بازمانده از بی اندازه سروده های بیشماری است که از دوران اشو زرتشت باقی مانده، هیچ نوع باور خرافی و قصه شاهپریان شما نمیبینید. در بخش های دیگر اوستا هم که پس از دوران زرتشت توسط موبدان گردآوری شد و به دست ما رسید، آیین، منش و ارزش ها و ضد ارزش ها و مراسمی است که ایرانیان نیاکان ما انجام میدادند. باز توش هیچ قصه شاهپریان نمیبینید. آنچه که میبینید نگاه ایرانیانه و جهانبینی ایرانیانه و قصه هایی میگم مثل اون قصه های نمیدونم اصحاب کهف و قصه داستان آمول فیل، و یادتون هست که میگفتم پرندگان اومدن و بر فیل ها نمیدونم ریگ پرتاب کردن، از این قصه ها یونس از شکم ماهی در اومد و سلیمان با حیوانات صحبت میکرد و نوح برداشت کشتی ساخت جانوران و برد توش، از این قصه های شاهپریون واقعا قصه های خرافی اصلا در باور زرتشتی وجود نداره و اصلا هم داستان بهشت و جهنم و می سوزونیم و می ریزیم و می بریم و میاریم نمی بینید. برای همین هم در باور زرتشتی در سه بخش زندگی پس از مرگ رو ما می بینیم دربارش گفته میشه. یکی این که ما باور داریم جاودانگی روانه، یعنی ما حتی هنگامی که می میریم ولی روانمون جاودانه میشه و روانمون فروهر بازماندگانمون میان و در نور و روشنایی میمونن برای همیشه. دوم این که دریافت بهره کار خوب یا سزای کار بد رو ما باور داریم در جهان میبینیم، برای اینکه اگر شما زندگی ناراست داشته باشید زندگیتون در همین جهان به بنبست میرسه و هیچ راه کجی هرگز به مقصد نمیرسه و زندگی خودتون و دیگران رو به جهنم تبدیل میکنه. و سوم این که ما اعتقاد داریم در جهان پس از مرگ ما هم یک بازماندگی از ما خواهد موند، به این صورت که ما باور داریم زندگی پیگیر است و مرگ تنها یک شکل تغییر ماده است و ما نامیرا هستیم، اگر نیکوکاری کنیم به نور و روشنایی خواهیم ماند. ولی باز به این معنی نیست که یه قیامتی هست با دوباره این جسم تشکیل میشه. همین باورهایی که انسان‌های ادیان ابراهیمی باورمندانش دارن که دوباره این جسم میاد و دوباره روز رستاخیز و ما هممون پا میشیم میایم شکل همین خودمونیم و میایم اونجا و با دوباره خدا اونجا چوب دستش میگیره میزنه تو سرمون و نمیدونم یه امام زمانی میاد و بیاد شروع میکنه که نمیدونم جزا میده و صلح برقرار. ما این چیزها رو اصلا باور نداریم. باورمون هم به سوشیانت به معنی کسانی است که هر کار نیکی در این جهان انجام بدن و هر فرشگرد و هر نیکی و هر دادگری رو گسترش بدن. بنابراین هر دانشمندی در جهان خودش میتونه یک سوشیانت باشه، هر کسی که زندگی مردم رو بهتر میکنه نجات دهنده است که یک سوشیانت و راستگرداره و نیکرداره و میتونه نیکی رو، خردمندی رو و بهبود زندگی جهان رو و مردم رو از خرافات و نادانی ها و ترس ها برهونه. هفتمین نکته اشتباه و آخرین چیزی که درباره باور زرتشتی مرسوم هست اینه که اعتقاد دارن یه عده زرتشتی ها نمیذارن کسی به آیین زرتشت بگروه و غیر زرتشتی رو به بین خودشون راه نمیدن. این اشتباه از اونجا داره در میاد که یک عده پارسیان هندوستان رو نگاه میکنن. ما میدونیم که هندیان هنگامی که به ایالت سنجان یا به اصطلاح ایالت سنگان در هند پناه بردن در یورش تازیان در 1400 سال پیش، اونجا حاکم ایالت سنگان یا سنجان به ایرانیان گفت شما اینجا در پناه هستید، میتونید زندگی کنید، خونه و آشیانه بسازید، آیین خودتونم برای خودتون داشته باشید، اما به این شرط اینجا سکنا میگزینید که ترویج آیین زرتشت ندهید. و از این روی ایرانیان این مجبور شدن در زندگیشون که در خودشون، در آینشون، در
بین خودشون زرتشتی بمانند و بعد هم توی خودشون موندن اون عده‌ای که رفتن اونجا و آیین زرتشت رو سعی نکردن تبلیغ کنن و گسترش بدن. اما در این 1400 سال پارسیان هندو که میبینید بخشیشون حتی نام ها و نام خانوادگیشون هندی شده، برای اینکه به مرور با هندیان دیگری که در اونجا بودن ازدواج کردن و این پارسیان هند که الان اونجا در بخش بسیار مهمی از بزرگترین صنایع هند رو اینا دارن، مثل تاتا، خانواده بزرگ تاتا که تمام صنایع استیل هندوستان رو دارن، طلا و جواهر رو پارسیان هند بیزینس بزرگ تجارت طلا و جواهر رو میگردونن، یا بسیاری از اونها که در صنعت بوئینگ، خدمات هواپیمایی بوئینگ در هند فعالن و درهای هواپیمای بوئینگ رو حتی میسازن در هندوستان برای آمریکا، اینها از زرتشتیان ایرانی هستن، پارسیان ایرانی هندی هستن که در هند به دنیا اومدن. 1400 سال اینها بودن که سعی میکردن آیین رو تبلیغ نکنن، ولی امروزه هم در اروپا، هم در آمریکای شمالی، هم در آمریکای جنوبی، هم خوشبختانه در بخشهایی از روسیه و قفقاز و حتی در بخشهایی از چچن و اینجاها ما میبینیم که زرتشتیانی وجود دارن که مراکز زرتشتی دارن، در رومانی، در حتی در بلغارستان ما زرتشتیانی داریم که آتشکده دارن و حتی افرادی از بلغارستان و رومانی و اینها میبینیم که زرتشتی شدن، بخشی از روسایی که یه چیز حدود 150 هزار نفر ما زرتشتی در خود بخشای بالکان و روسیه داریم. برای همین میبینیم که نه، چنین چیزی نیست و امروزه هر کس که علاقه داشته باشه به آیین زرتشت، به آیین نیاکانی، من هرگز نمیگم این یک دین و مذهبه، این بازگشت من و شما به هویت ایرانی، به نگاه ایرانی، به جهانبینی ایرانی و از نوع ایرانی شدنه، برای که زرتشت ایرانی بود، نگاه زرتشت هم نگاه ایرانی است، فلسفه زرتشت ایرانیه و جهانبینی ما ایرانی است. برای همین هم هر کسی از درون ایران، عده بسیاری در تماس قرار می گیرن با من که دوست دارن به این آیین بگروم و من براشون لینک ها و منابع و کتاب هایی رو میفرستم که در این باره مطالعه کنن. و امروزه در انجمن جان و خرد که رتو شهروز اش در واقع بنیانگذارش هستن و خود من هم در واقع میتونم بگم سی او این انجمن هستیم، ما افراد بسیاری رو از نقاط گوناگون جهان براشون به طور آنلاین کشتی بستن و صدر پوشی رو براشون مراسمش رو برگزار میکنیم با کمک رتو شهروز اش و عده‌ای که از زرتشتیان نیکوکار و در واقع همراهی که در این راه با ما هستن. بنابراین یادتون باشه این باورهای اشتباهی که گسترش میدن ربطی نداره به نگاه فلسفی زرتشت، به باور خردمندانه و آزادی گزینش و راست کرداری، راست گفتاری و راست پنداری که در آیین زرتشت هست. سپاسگزارم بانو آرتمیس. بانو آرتمیس، یه مسئله دیگه که این روزا خیلی مود شده و تو ایران، مثلا بین ایرانیایی که از دین اسلام زده شدن و واقعا خب ما میدونیم که مخصوصا این 43 سال جمهوری اسلامی کاری کرد که البته خوشبختانه باور، یعنی اون دین اسلام، ایدئولوژی اسلامی کلا بین مردم ایران یک حالت مسخره طوری و بدونن که چقدر دروغه، چقدر زشتی داره، چقدر پلیدی داره و خیلی از این دین کلا دوی برگردوندن. و اما یه ادم هستن با قول دوستان که دیگه آتیست و لاهی شدن و از اون بعد میگن حالا که اسلام که دروغه، برای ادیان هم دروغ، حالا چه فرقی میکنه بین اسلام و زرتشتی؟ این رو هم میخواستم بدون توصیهتون به افرادی که حالا با این به کسانی که با این افراد مواجه میشن و سعی میکنن همه رو به اون راه خودشون دوباره هدایت کنن، دقیقا همون فرهنگ و همون منش اسلامی، یعنی یا همه چی یا هیچ، میدونی، تمامیت خواهی و عدم رواداری در واقع، عدم رواداری. من خواستم بدونم که اصلا این که اصلا میدونیم که همه ما میدونیم که اصلا مقایسه این دوتا
آیین زرتشتی و مذهب اسلامی اصلا یه چیزیه که واقعا یک مثلا شب و روز که بخوای با هم مقایسه کنی بگی مثلا این تو شب اینجوری حالا روز اینجوری، ما بیایم یه نقطه اشتراکاتی بینشون پیدا کنیم که اصلا نیست. ولی خب شما توصیهتون برای این افرادی که مواجهه میشن با کسانی که دیگه آتیست هستن، بله آتیست هستن کنن از میخوان همه رو بکشنن تو این راه، چیه نظرتون در این باره چی هستش؟ خیلی پرسش خوبی کردیم. ببینین، من بر این باور هستم که ما انسان‌ها با همدیگه متفاوتیم و ظرفیت‌های فکر و اندیشه و نیازهای روحی ما با هم متفاوته. ممکنه یک عده‌ای به این باور هستن که من هیچ باوری ندارم و باورمند به مذهب نیستم. اما یادمون باشه اگر شما باورمند هم به مذهبی نیستید، بایستی روادار باشید به آنهایی که باورمند هستند. برای چی؟ برای اینکه اصل خردمندی به شما اینو میگه که همه انسان‌ها بایستی آزادی داشته باشن که بیاندیشن و با نیاز و اندیشه خودشون و سیستم زندگی خودشون اون چیزی که برای خودشون بهتره رو انتخاب کنن. کسانی که ایتیست هستن این روزها ایتیزم رو یا با خدا ناباوری یا دین ناباوری رو برای خودشون تبدیل به یک مذهب کردن انگار، و برای همین اینو دستشون گرفتن برای تو سر دیگران زدن که هر کس که به هر مذهبی باوره باید بخوره تو سرش که آدم نادانیه. در حالی که من اینو همیشه گفتم که اولا که مذهب با نگاه و جهانبینی شما میتونه متفاوت باشه. مذهب یعنی ریچوال، مذهب یعنی مراسم مذهبی بر به جا آوردن، نماز خوندن و نمیدونم روزه گرفتن و این مسائلی که در اکثر مذاهب به ویژه مذاهب ابراهیمی وجود داره. در باور زرتشتی ما از زرتشت هیچ نوع مذهبی یا هیچ نوع احکامی برامون باقی نمونده. هیچگاه زرتشت نگفته روزی چند بار بر روی اهورامزدا وایسین، این نیایشو بخونین یا نخونین، یا روزه بگیرین یا نگیرین، یا این کارو بکنین اهورامزدا خوشش بیاد یا اون کارو بکنین بدش میاد. چنین چیزی ما نداریم در باور زرتشت و فلسفه زرتشت. اما کسانی که پس از زرتشت باور زرتشتی رو با نگاه ایرانیان، نگاهی که پیش از زرتشت هم حتی وجود داشت، آمیختن و مراسمی رو برای این نگاه ایجاد کردن، نام اون رو گذاشتن دین زرتشت. و این دین خودش یک سری مراسم داره، مثلا برای ازدواج، برای مرگ، برای کشتی بستن و هر چیزی. این رو کسانی که زرتشتی، مذهب زرتشتی رو یعنی به اصطلاح باور زرتشتی از نظر احکام میخوان انجام بدن، انجام میدن، که از نظر من اشکالی هم نداره. برای چی؟ برای اینکه اگر شما نیاز معنویتون، نیاز مغزیتون، روحیتون و خانوادگیتون و اجتماعیتون جوریه که باید مراسمتون رو طبق یک چیزی، یه فرمولی بالاخره انجام بدید، خب بیاین از فرمولی که ایران نیاکان شما هم باره انجام میدادن انجام بدین که هیچ ایرادی هم نداره. یه مراسم زناشویی همه مردم جهان دارن، مسیحی‌ها دارن، یهودی‌ها دارن، مسلمان‌ها دارن و بقیه، بودایی‌ها دارن، مذهب شینتو داره و بقیه ای مردم دنیا، هر کس هر جایی در آفریقا هم قبایل آفریقای مراسمی براخره برای خودشون، برای ازدواج، برای مرگ، برای همه اینا دارن. میتونیم ما ایرانی ها اگه میخوایم اینها رو داشته باشیم، چرا که ایرانی نباشه؟ منظور من اینه. بالاخره ببینید در جهان وقتی که شما 1 میلیارد و خورده پیروان مذهب مسیحیت دارین، نمیدونم چندین ده میلیون، چند ده میلیون پیروان یهودیت دارین، 1 میلیارد مسلمون دارین و 1 میلیارد مثلا بودایی دارید، 1 میلیارد هندو دارید، یعنی این که نشون میده که درصد قابل توجهی از مردم جهان نیازی دارن به مسائل اسپریچوال یا معنوی یا روحی روانی خودشون. سخنی که ما داریم میگیم به عنوان ایرانیانی که پیشینه باور و جهانبینی و فلسفه و خرد درمون از همه مردم جهان کهن‌تره و ما بزرگترین فیلسوفی که تأثیرگذار بوده بر همه فلاسفه غرب و شرق رو داشتیم، چرا اگر میخوایم باوری داشته باشیم، حتی اگه دین به اون معنی دعینا و وجدان درون یا باورمون هست میخوایم داشته باشیم، چرا ایرانی نباشه؟ من سخنم به ایتیست ها اینه.
شما میتونید بی خدا باشید، میتونید باشید، ولی این دلیل نداره که 80 میلیون ایرانی هم هیچ نیازی ندارن به مذهب و باید هم بی خدا بشن مثل شما. اگر ما قرار 60 میلیون ایرانی از 80 میلیون ایرانی باوری بخوان داشته باشن، یک باور دینی بخوان داشته باشن، یک مراسمی بخوان انجام بدن، به نظر و به نگر من، برای من و شما ایرانی، باور نیاکانیمون، باور بومی و ملیمون، نگاه خودمون خیلی بهتر از نگاه های وارداتی مسیحیت و یهودیت و نمیدونم اسلام و بقیهشه که ممکنه نگاه بومی این ملت نباشه و به ما در طول تاریخ نشون داده وقتی یک نگاه بیرونی وارد این کشور میشه با خودش بار تهاجمی میاره به فرهنگ ما، به آیین زندگی ما، به باورهای ملی ما، به مراسم ملی ما، به هر آن چیزی، به زبان ملی ما، چیزی که بیگانه است با خودش بار فرهنگی و تهاجمی خودشو میخواد بیاره. و اینه که میدیدیم در بین ارامنه ما مثلا زبان ارمنی بیشتر صحبت میشه تا زبان مثلا فرض کن فارسی، با خودشون با ارمنی صحبت میکنن و این بار اون فرهنگی وارداتی که با خودش از ارمنستان آورد، خب این یک واقعیتی است. من نمیگم بده، ولی من میخوام بگم اگر ما قرار هست باور مذهبی داشته باشیم، چرا از خودمون، چرا اگه ما میخوایم مسلمان نباشیم و ایرانی باشیم، چرا وقتی که من و شما میخوایم اهورامزدایی رو باور داشته باشیم که سمبل خرده، به جای اللهی که توی سرمون میزنه و بکن نکن داره و قرآن داره و بخور و نخور و بپوش و نپوش و امر به معروف نهی از منکر داره، که هیچ کدوم اینها رو ما در آیین زرتشت و نگاه خردمندانه و آزاد برای گزینش زرتشتیمون داریم، چرا اینو انجام نمیدیم که آیین وارداتی رو انجام میدیم؟ از این روی هست که من هرگز کاری ندارم به اسلام. اسلام اگر که دینیست برای صحرای عربستان یا برای اعراب دیگری که فرهنگ عربیشون اون آیینو براشون خیلی خوب و کارایی دار کرده، هرچند که دارید میبینید در کشورهای اسلامی هم دیگه به اون عمل نمیشه، داره پوست میندازه، داره خودشون هم اونو یواش یواش میذارن کنار. شما در امارات یا در عربستان امروزه دارید میبینید زنان بیهجاب، میبینید زنانی که خودشون این آیینو یواش یواش دارن به کناری میگذارن یا رفرمش میکنن. ولی من و شما ایرانی نیازی نداریم این کار رو با آیین نیاکانمون بکنیم، برای که نیاز آیین نیاکانی ما بر مبنای خرد و آزادی گزینشه که همیشه تا تاریخ، تا جهان، تا انسان باقی است، میتونه آپدیت بشه و بروز باشه، چون خرد با شما بروز میشه، اندیشه با شما بروز میشه و گزینش برای شما بروز میشه. من فکر کنم یه عده خیلی زی درصد بالایی از مردم واقعا میترسن از اینکه ممکنه برن جهنم یا حالا چون خیلی گناه کردن به باور خودشون، محمد یا حسن یا علی یا حسین یا فاطمه اون دنیا میخواد شفاعتشون بکنه و نجاتشون بده، جلو خود دست به دامن خداشن که اینا پیروان بابا همچین چیزی واقعا اصلا نیست. شما چند نفر تا حالا مرده رفته اون دنیا برگشته که برای شما توضیح داده، غیر از یه مشت آخوند و ملایی که فقط غیر از دروغ و فریبکاری کار دیگه که بلد نیستن. یک تفاوت بزرگ بانو افسانه که باور زرتشتی با باورهای ابراهیمی داره اینه که شما نیک رو برای خود نیکی انجام میدید و از بدی برای نفس زشتی و پلیدی بدی هست که پرهیز میکنید، نه برای خوش آمد و بد آمد الله خودتون که خدا خوشش بیاد یا خدا خوشش نیاد من این کارو بکنم. شما اگر کار نیک میکنید برای نفس خوبیست، نه برای وعده بهشت، نه برای رشوه‌ای که قرار اون دنیا بهتون بدن. اگه شما قراره بده بستون داشته باشید با خدا، پس شما انسان خوبی نیستید، شما یک معامله گرید و شما قراره یک کاری رو نکنید که بهتون پاداش بدن، در حالی که در باور زرتشتی شما نه قرار بهتون جایزه بدن، نه قرار شما رو بسوزونن و شکنجه بدن. اگر نیکی رو انجام میدید برای نفس نیکیست، برای ارزش و زیبایی نیکیست، و اگر از بدی و دروغ و کجی و کجراهی و پلیدی بری هستید و انجام نمیدید، برای اینکه میدونید راه کج به مقصد نمیرسه و عواقب کجی و ناراستی دامن خودتون و دوروبری های خودتون و دیگران رو در همین دنیا خواهد گرفت.
آسیب زدن به خانواده، به جامعه، به دوستان، به اطرافیانت، این باعث میشه. وگه نه اگه قرار باشه ما از اون ترس بخوایم یک خدایی رو یا از روی ستایش کنیم، رشوه، یعنی یا از روی معامله من این کارو میکنم دقیقا پاداشم اونه، یا این کارو نمیکنم که مجازات نشم. برای همین اون ارزشش خیلی بیشتره که شما نیکی رو برای نیکی و بدی رو برای بدی انجام بدید. سپاسگزارم مونو آرتمیس عزیز، بسیار لذت بردم. من امیدوارم که بیننده کسانی که ویدیوها رو میبینن و همه هفته های برنامه های جنبش رنسانس ایرانی با ما هستن کمک کنم و نشر و بازپخشش تو در کانال ها و گروه های داخل ایران که بتونیم افراد بیشتری این صحبت ها رو، این گفتگوها رو بشنون و استفاده کنن، چون ما میبینیم که جو به شدت داخل ایران مسمومه و سعی دارن و هر شکلی که شده افکار مردم رو بیش از این چیزی که در طول این 43 سال، حالا 1400 سال، بازم میگم دیگه اوجش هم این 43 ساله، مسموم کنن و همیشه تلاششون این بوده که از ما رو با خودمون بیگانه کنن و بهترین راه برای شکست اینها چه اسلامشه آخوند و جمهوری اسلامی آگاهی و آگاهی و آگاهی رسانی هست. سپاسگزارم بانو آرتمیس هست. اگر صحبت پایانی داریم ما میشنویم، اگر نه که بدرود جاوید شاه پاینده ایران. بدرود پاینده ایران.